درود به همگی امیدوارم هر جا که هستید خوب باشه خوش اومدید به فلیکس فیتنس امروز براتون چند تا خبر رو دارم توی بخش اول قرار بریم سراغ آخرین آپدیت مایکل کریزو در ادامه از موفقیت آمیز بودن عمل قلب آرنولد که هفته پیش بود صحبت می‌کنیم افزایش جایزه رو داشتیم افزایش مبلغ جوایز مسابقات کلاسیک فیزیکو توی لیگ حرفه و در پایان هم میریم سراغ آخرین آپدیت نیک واکر 8 هفته مونده به مسابقات نیویورک پرو قبل اینکه بخوایم شروع کنیم این ویدیو رو لایک کنید حالا من یه کامنت بذارید و اگه چنل ما رو ساب ندارید سابسکرایب کنید بریم که با همین ویدیو رو ببینیم اولین خبری رو که براتون دارم آخرین آپدیت مایکل کریزو هست که همین دیروز توی صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد و توی کپشن نوشته رو تو اولمپیا بیگینز یعنی که مسیر اولمپیا شروع شده مایکل کریزو سال گذشته توی مصر اولمپیا توی جایگاه هفتم ایستاد و برای حضور خودش توی المپیا امسال نیاز به جواز داره پس باید توی مسابقه حرفه‌ای شرکت کنه که بتونه اون مسابقه رو قهرمان شه و در پایان جواز شرکت توی مصر المپیا رو بگیره توی این ویدیو مایکل کریزو خیلی خوب به نظر میرسه شرایط بدنی خیلی خوبی رو داره چربی تنش پایینه و عضلات هم خیلی خوب خودشون رو نشون میدن به نظر میرسه که مایکل کریزو دو سه هفته تا مسابقه بیشتر فاصله ای نداره ولی هیچ چیزی در مورد اینکه قراره چه مسابقه رو شرکت کنه به ما نگفته ما فقط اینو میدونیم که باید جواز رو بگیره توی مسابقه های پیش رو مسابقه آرنوکلاسیک برزیلو برزیل رو داریم که کمتر از دو هفته دیگه است بعد اون مسابقه دیترویت پرو رو داریم مسابقه شیکاگو پرو رو داریم به کمتر از دیگه مسابقه نیویورک پرو رو داریم که میتونه که مایکل کریزو میتونه توی هر کدوم از این مسابقه ها شرکت کنه و رقابتی رو داشته باشه و جوازش رو بتونه بگیره توی این ویدیو زیاد چیز خاصی از مایکل کریزو مشخص نیست ولی همین چهار سر پاشو که میشه دید میشه گفت که آماده است بدنش و به نظر من میتونه توی مسابقه آرنو که برزیل شرکت کنه ما اونجا تونیو بورتون رو داریم که پارسال توی المپیا توی جایگاه هشتم یه جایگاه بعد مایکل کریزو ایستاده توی اونجا رافا برندو رو داریم که سومی آرنو داره و قراره که مسابقات آرنو برزیل توی زادگاه خودش رو هم شرکت کنه اونجا کارلوس توماس جونیور رو داریم که اونم یکی از بدنهای خیلی خوبه که قراره توی مسابقات آرنو برزیل شرکت کنه به نظر من مایکل کریزو میتونه با شرکت توی مسابقه آرنو برزیل کوالیفای کنه برای اولمپیای امسال و حسابی خودش رو به نمایش بذاره حتی بعد اون توی مسابقه دیترویت پرو شیکاگو پرو و حتی نیویورک پرو میتونیم اونجا داشته باشیمش کنار نیک واکر و تونیو و حتی شاید نکسیلو هم توی نیویورک پرو شرکت کنه در واقع چیزی به مسابقه آنوکاسی که برزیل نمونده و فکر کنم تا هفته دیگه از لاین اپ اون بتونیم با خبرشیم شیم و لیستش رو بتونم براتون منتشر کنم حالا تا هفته دیگه معلوم نیست که ماکی کریزو قرار توی آنوکاسی که برزیل شرکت کنه یا که مسابقه دیگی رو مد نظر داره نظر شما دوستان چیه به نظر شما ماکی کریزو توی کدوم مسابقه میخواد شرکت کنه و شرایط بدنی اون رو توی چه سطحی میبینید نظرتون رو برای من کامنت کنید خبر بعدی که براتون دارم در مورد اورنولد شوارزنگر هست که در واقع چهارمین عمل جراحی قلب خودش رو هفته پیش انجام داده. آرنولد توی قسمت آخر پادکست خودش حسابی در مورد این قضیه صحبت کرده و این مسئله رو حسابی باز کرده. این اولین عمل قلب آرنولد نبوده و در واقع چهارمین عمل قلب آرنولد بوده. و سری اول آنود سال 1997 اولین عمل قلبش رو داشته، سال 2020 یه عمل قلب دیگه داشته و آخرین عمل قلبش دوشنبه هفته پیش بوده که در مورد این صحبت کرده و میگه که این پلنت ساده بوده و تونسته بلافاصله بعد اون سرپاشه و توی های مختلف شرکت کنه. تو این پادکست توضیح میده که در مورد اون عمل همه چیز خیلی خوب پیش رفته و هیچ مشکل خاصی نبوده و یه اسکار کیشو بوده که اونم به خاطر عمل قلب بوده و باید اینو درست میکردن که بتونه ضربان قلبش مثل قبل کار کنه و خوب کار کنه قلبش و مشکل خیلی خاصی هم نبوده و در واقع این مشکل یه مشکل ژنتیکی بوده که از مادرش بهش به رسیده و در واقع آرنولد مادرش رو به خاطر این مشکل قلبی از دست داده من قسمتی از این پادکست رو برای شما میذارم که همه به حرفای آرنولد گوش بدیم خیلی مهمه که توجه داشته باشیم که آرنولد در حال حاضر 76 سال سن داره و چهارمین عمل قلب Welcome back to another episode of Arnold's Pump Club. I have some personal news to share. Last Monday, I had surgery for a pacemaker and became a little bit more of a machine. I have to tell you, just saying this to, to all of you goes against so much of my upbringing in Austria, where nobody ever talked about medical issues. Everything related to healthcare was kept to yourself, but I've gotten so many messages and emails from people who were born with a bicuspid uh, aortic valve, like me, telling me that talking about my valve replacement surgeries has given them courage and hope to deal with their own. Since I know that going against my secretive instinct and being transparent helps people, it only feels right to talk about this. First of all. I want you to know I'm doing great. I had my surgery on Monday, and by Friday, I was already at a big environmental event with my friend and fellow fitness crusader, Jane Fonda. By the way, when we talk about exercise being the only magic pill to slow down aging, look at Jane. She's 10 years older than me, turning 87 this year, and she's healthy and looks fantastic. Nobody would ever have thought. I started the week with a surgery. I want to thank my whole team at the Cleveland Clinic. All of the doctors and nurses took amazing care of me and made the surgery as painless as possible. They also advised me that it was time to go through with this because some scar tissue from my previous surgery had made my heartbeat irregular. It had been like that for a few years. So I stayed in touch with my medical team and visited in person. At least once a year to get a full checkup and see how my heart was doing. That's life with a genetic heart issue. But you won't hear me خبر بعدی که براتون دارم خیلی خبر خوبی هست و در واقع در مورد افزایش مبلغ جوایز مسابقات کلاسیک فیزیک حرفه ای هست تایرمنیون دیروز توی پست اینستاگرامی که از خودش منتشر کرد خبر داد که اسپانسر جدیدی وارد کار شده و برای دسته کلاسیک فیزیک در واقع ۲۱۰ هزار دلار افزایش قیمت جوایز رو داشتن و این ۲۱۰ هزار دلار قرار هست که تقسیم شه بین مسابقات حرفه ای که قرار طی سال شه این اسپانسر جدید شرکت تکنوجیم هست که سازنده دستگاه های بدنسازیه و میشه تقریبا توی همه باشگاه آمریکا دستگاه های شد دید این خبر در واقع مثل اون خبریه که چند وقت پیش در مورد دسته اوپن مسابقات بدنسازی اومد که اونجا آپرایزینگ ارا 220 هزار دلار گذاشته بود برای افزایش مبلغ جوایز دسته اوپن بدنسازی که قرار بود توی21 مسابقه هم تقسیم شه ولی ما هنوز نمیدونیم که این جا... جایزه 210 هزار دلار قرار بین چند تا مسابقه تقسیم شه و مبلغش برای هر مسابقه چقدر میتونه باشه باید در نظر داشته باشیم که حداقل حد مبلغ جایزه دسته اوپن ده هزار دلار بوده ولی در مورد دسته کلاسیک فیزیک حداقل حد مبلغ جایزه 2500 دلاره که به نظر من میتونه 210 هزار تا که تقسیم شه مبلغ خوبی بشه برای شرکت کننده های دسته کلاسیک فیزیک این خیلی اتفاق خوبیه که این روزا دارن اسپانسرای زیاد وارد لیگ حرفه ای بدنسازی میشن کلاسیک فیزیک دسته که بدنسازها خیلی خوب و خیلی زیاد زحمت میکشن ولی در واقع مبلغ جایزشون به اندازه نیست و پول خیلی زیادی توی دسته کلاسیک فیزیک نیست و ببینیم توی هفته های آینده چقدر خبرای بیشتری از این موضوع میاد و باید ببینیم که هر مسابقه تا چه حد میتونه افزایش مبلغ رو داشته باشه خیلی این روزا خبرای خوبی در مورد افزایش مبلغ جوایز داره میاد همونجور که دیدید اول اپرایزینگ اکسترکت اومد بعد مسابقه دوبی پرو دو برابر شد بعد آرنو چوارزنیگر اومد مسابقه آرنو کلاسیک و واسه یه سال دیگه کرد 500 هزار تا دوبی پرو دوباره دو برابرش کرد و کردش 360 هزار تا و هفته گذشته یک اسپانسر برای دسته ولنس بانوان بود که جایزه مسابقه حرفه و افزایش داد و این هفته هم نیوتکو داشتیم که اسپانسر دسته کلاسیک فیزیک مسابقات لیگ حرفه بدن سازی شد به نظر میرسه که آینده بدن سازی و بدن به مراتب رو به رفته و میشه آینده روشنی رو دید توی چند سال آینده برای بدن سازا که بتونن پول خیلی خوبی رو در حد ورزشکارای ای توی ورزش‌های دیگه بتونن به دست بیارن نظر شما چیه دوستان به نظر شما یک روز یه بدن ساز ای میتونه چندین میلیون دلار در یک مسابقه به دست بیاره نظرتون رو برای من کامنت کنید آخرین خبری که امروز براتون دارم یه آپدیت دیگه از نیکواکر هست که کمتر از 8 هفته دیگه داره تو مسابقه نیویورک پرو نیکواکر با این عکسی که از خودش منتشر کرده نشون میده که هر روز در حال پیشرفته و آپدیت تو آپدیت میشه پیشرفت توی بدن اون دی با اینکه عکس زیر یه نور خیلی خوب گرفته شده و توی آینه گرفته شده با این حال نیک فوق‌العاده به نظر میرسه به نظر من که نیک تونسته نسبت به سال پیش نسبت به چند ماه پیش و حتی نسبت به آپدیت های هفته گذشته پیشرفت خوبی رو داشته باشه باید ببینیم که توی مسابقه نیویورک پرو نیک واکر قرار چه بدنی از خودش به نمایش بذاره لاین اپ نیویورک پرو حسابی امسال رقابتی هست اونجا تونیو بورتون کارلوس توماس جونیور رو داریم و احتمال زیاد نکسیلو هم اونجا شرکت کنه باید ببینیم اگه مایکل کریزو اونجا بیاد همه این ورزشکارا کنار هم چجور به نظر میاد تا اینجا کار به نظر میرسه که نیک واکر تو راه اینه که دومین عنوان نیویورک پرو خودش رو به دست بیاره و جواز المپیای امسال هم همونجا بگیره نظر شما دوستان در مورد نیک واکر چیه به نظر شما نیک واکر توی المپیای امسال چه جایگاهی رو میتونه کسب کنه نظرتون رو توی کامنت ها برای من بنویسید از همه شما دوستان که تا اینجای ای کار با ما همراه بودید فراموش نکنید که کمتر از دو هفته دیگه مسابقه آرنو پرسی که برزیل رو داریم ما که اونجا رافا برندو هست گودویتو هست کارلوس توماس جونیور هست و تونیو بورتون قرار اونجا رقابت کنه مسابقه جذاب و دیدنی خواهد بود و تیم ایفلکس فیتنس قراره که این مسابقه رو برای شما با گزارش فارسی به صورت کامل پوشش بده هم توی یوتیوب هم توی اینستاگرام مطمئن باشید که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب دارید با دوستاتون به اشتراک بذارید و توی اینستاگرام ما رو دنبال کنید سری جدید ویدیوهایی که قرار از فردا آپلود شه تمرین با امیر هست که توی بخش اولش یه چالش 16 هفته ایه که بدنمون رو ما با هم میسازیم من اونجا ویدیوهای تمرینی رو به صورت روزانه به صورت هفتگی برای شما آپلود میکنم در مورد تمرینه در مورد تغذیه است و در مورد ساپلمنت دارو و همه چیزی که شما نیاز دارید که در مورد بدنسازی بدونید که بتونید یه بدن بهتر رو برای خودتون بسازید این به مناسبت عیده و در واقع قراره که همه شیرینی های عیدی که خوردیم رو با همدیگه بسوزونیم و تبدیلشون کنیم به ماهیچه پس این 16 هفته قراره که هم ماهیچه بسازیم هم درصد چربی رو بیاریم پایین و حسابی برای تابستون آماده شیم مرسی از همه شما بابت همه حمایتاتون تا ویدیو بعد به خدا میسپارمتون